رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از آروین کالیفرنیا با ما هستن آقای گوهرزاد وقت شما بخیر انتخاب کامیلا هریس قطعی شد در این مدت کنارگیری بایدن رو داشتیم جایگزینی هریس رو داریم چه تأثیری میتونه این فرایند بر کارزار دموکراتا بذاره؟ درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه ببینید اگر آقای بایدن کناگیری گیری نمی کرد میتونست تمام وقت دموکرات ها برای مبارزه با رقیب صرف این بشه که چه باید کرد و اگر آقای بایدن میومد در همایش دموکراتها ها در شیکاگو شرکت میکرد به نظر میرسید که همون اتفاقی که در 1968 در شیکاگو اتفاق افتاد دوباره اتفاق میفته یعنی مردم بیان همایش رو ببرن به خیابان و درگیری بشه درست شیکاگو و شیکاگو 1968 و 2024 شبیه هم میشد با این کار که به ایشون رأی دادن به صورت مجازی نخست این که نشون دادن که یک پیشگیری میکنه از اینکه همایش شبیه 1968 بشه و درگیری بین دموکرات ها پیش بیاد دیگه اینکه از این شرایط استفاده کنن و برای مبارزه با آقای ترامپ زمان بیشتری رو برای ساماندهی داشته باشن و این ساماندهی کمک بکنه که به موضوع هایی که موضوع روز هست بتونن بیشتر بپردازن و حتی تقاضای یک نوع مناظری رو داشته باشن و در مناظره شرکت بکنن و از های مهمتر این هستش که با توجه به شرایط سیاسی که در آمریکا به وجود آمده خانم کامال هریس همکتون با این که در روز نخستی که رعی ها رو به صندوق مجازی می ریختن تونست بیشترین رعی رو داشته باشه و این کار رو از آن خود بکنه میتونه فرصت داشته باشه در ایالت هایی که ایالت های کلیدی هستن و ایلایت های نوستانی هستن بره و در اونجا گردآوری رای بکنه و به یک نوع کارزار رو تقویت بکنه همین که ایشون تونسته بیشترین پول رو از زمانی که اعلام کردن که ایشون نامزد خواهد بود البته نه امروز چون هنوز اون چیزی که اعلام یعنی آقای زمانی که آقای بایدن اعلام کرد که داره کنار گیری میکنه و از ایشون پشتیبانی کرد بیشتری پول رو از مردم عادی گردآوری کردن و این خیلی اهمیت داره و این ایرادهایی هم که همکنون گرفته میشه که چرا بس در انتخابات مقدماتی شرکت نکرده و اینا حزب هر حزبی اجازه داره که نامزد خودش رو در درون و همایش انتخاب بکنه بل. و اینها هم بر اساس همین انتخاب خانم کامالا هریس رو انتخاب کردن دلیل زودرس بودنش هم که منتظر نشدن تا همایش برگزار بشه ایالت اوهایو اعلام کرده اگر شما نامزد حزب رو تا روز نوه آگست به ما ندین ما نمیتونیم نامش رو در برگه های رعی بذاریم درست است که ایالت اوهایو هم اکنون جزو ایالت هایی است که آقای ترامپ و یارانش بیشتر میتونن در اونجا قدرت داشته ولی به هیچ حزبی نمیتوان گفت که شما در این ایالت کاری انجام ندیم و به این ترتیب خانم کامل هریس شانسی رو که میتونه داشته باشه برای ایالت اوهایو هم از آن خودش میکنه به این ترتیب ایشون روز دوشنبه اعلام خواهد شد که چقدر رأی آورده ولی تا همین الان هم اگر اعلام بخوایم بهشون اشاره کنیم از 3923 نماینده ای حاضر 3295 تا شو به دست آورده ولی به طور رسمی دوشنبه اعلام میشه و سه ایشون کارزار خودش رو آغاز میکنه ممنون از توضیحاتتون آقای گوهرزاد رضا گوهرزاد روزنامه و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا